خب دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که ارتباط ما برقرار شد با آقای یزدان خدابندلو از کلن آلمان و به ایشون گفتم که آقا ما حالا یا به اشتباه یا به درست این مقاله شما یه قسمتشو گذاشتیم روی فیسبوک. دوستان از همون اول اعتراض کردن، از جمله دوست و خواهر عزیزم خانم نایر از آلمان، و ایشون گفتن که آقا شما اونجا نوشتید آقای مطالعه و بعدم گفتید که این رساله مزخرف خمینی، رساله خمینی همه داشتن، خونه ما بوده یا دوستاش فامیلاشون داشتن، و ضمناً یه آقایی هم اعتراض کرده اگه اشتباه نکنم به نام آقای رضا آزاده که چرا آقا رساله ای رو که 3 میلیون نسخهش دست مردم هست شما میگید مزخرف. من تنها برش نوشتم که این رو من نگفتم، این رو آقای یزدان خدابندلو فرستاده، ولی منم به شما یه چیزی بگم، 3 میلیون که خوبه، اگر 3 میلیارد هم یه چیز اشتباه و غلط و مزخرفی رو قبول کنن، من و شما حق داریم که بگیم این مزخرفه. حتی اگه درست باشه، از نظر من مزخرف باشه، من این حق رو به خودم میدم که بگم مزخرفه. شما لطف کنید در این قسمت یه مقداری صحبت کنید تا من اون نوشته شما رو برای شما بفرستم که شما از اون طرف منم از این طرف بتونیم نشون دوستان بدیم و درباره این بحثی که الان چند هفته هست صحبت کنیم. ممنونم، بفرمایید. درود بر شما و شنوندگان و بینندگانتون. البته من خبر نداشتم چنین چیزی رو شما روی صفحه گذاشتید و این دوستان چنین واکنشی رو نشون دادن. اگر صلاح میدونید من در جلسه بعد یا اینی که روی صفحه فیسبوک اونا رو میخونم و جواب لازم رو میدم، هر جور که میلتونه. پس بذارید من اینو الان برای شما فوروارد کنم. فقط من منتظر هستم که اون متن رو برای من ارسال کنید که من بتونم از روی اون، چون الان یادم نیستش که دقیقا چند تا مطلب رو با تصاویر لازمش فرستاده بودم. من برای شما فرستادم و اینجا هم وقتی شما میخونید من میتونم این رو نشون بدم به دوستان که اگر یه وقتی اشتباهی پیش میاد. ممنونم. شما ببین گرفتید اون رو؟ الان من نگاه میکنم ببینم که این البته بذارید من تاپیک موضوعات برنامه امروز رو بگم. یکیش که از هفته قبلم بود، علت عقب ماندگی فاجعه بار تاریخی ما، نقش اقلیم و خصوصیات آن در ایستایی و حرکت در تغییر تحول تکامل جامعه، و نقش نهاد دیانت و سیاست به عنوان مسئولان سامان اجتماعی. من وقتی این رو خوندم یه قسمتی پایین تر نوشته بود که آقای مطالعه، و اون رو حالا اگه بخواین الان میخونم، اگر نه بعدم آمد این نوشته براتون یا من الان نگاه میکنم؟ بله بله، بعضی وقتا ما اینجا باید ریفرش کنیم تا برامون بیاد، یعنی سفر ایمیل یه ذره طول میکشه اومدنش. ولی یادتونه قدیما وقتی ایمیل میومد خودش میگفت you got email، بهمون خبر میداد. الان این کارو نمیکنن، نمیدونم چرا. لابد اونم یه برقی مصرف میکنه، یه انرژی از اینا مصرف میکنه، یه جوری هست که الان دیگه اون کارو نمیکنن. خود ما باید دوباره چک کنیم که ببینیم رسیده یا نرسیده. بله هنوز نرسیده. اما خب، این سوال شما درباره آقای مطالعه، اجازه میدید من اینو بخونم که دوستان بدونن در چه رابطه‌ای داریم صحبت میکنیم؟ بله بخونید. بله. ما درباره اجازه بدید من رو صفحه هم نشون بدم که این دوستان، اولا هیجان زده نشید دوستان، وقتی یه نفر شجاعت پیدا کرد آمد یه حقیقتی رو گفت که آقا کره زمین گرده و چارگوش نیست، خب دیدید که حتی کلیسا و اینها میخواستن اینو آتیش بزنن و بیچاره رو به چه روزی انداختن. این تعصب رو از خودتون دور کنید، اجازه بدید همه، حتی به اون چیزایی که برای شما اولا هیچ چیزی رو مقدس نکنید برای خودتون، بذارید همه حتی به مقدسترینتون که پدر و مادرتون هست ایراد بگیرن. امروز با این خانم حسینی میگه شما چه، میگم بابا من به خودم اجازه میدم از همه ایراد بگیرم، تو که از خدا بالاتر نیستی، از شاه و فرق بالاتر نیستی. در هر صورت آقای مطالعه همینجوری که میبینید دوستان روی صفحه، سریال پربیننده تلویزیونی در نظام شاهنشاهی. قبل از انقلاب سریال تلویزیونی چند دقیقه‌ای
دقیقه‌ای هر شب قبل از اخبار پخش می‌شد به نام آقای مطالعه. این سریال فردی را نشان می‌داد گیج، خول، مجنون نما و پرت از دنیا، با عینک ته استکانی، کلا شاپو و بارانی بلند، که کتابی در دست داشت و چنان غرق مطالعه بود که توجهی به اطراف خود نداشت و در پیاده رو تنش به تن بیچاره‌ای خورده و کاسه ماست او به زمین می‌ریخت، در اتوبوس به میله‌های وسط اتوبوس می‌خورد، به جای صندلی روی زانوی مسافران می‌نشست و بالاخره باعث خنده می‌شد. این سریال از طرف نظام شاهنشاهی در تحقیر مطالعه و اهل کتاب طراحی شده بود و انتشار کتاب مزخرف رساله خمینی ممنوع و داشتن آن جرم بود و مجازات زندان داشت. در چنین خفقانی که سیستم شاهنشاهی و اداره ممیزی وزارت فرهنگ و هنر زیر نظر ساواک ایجاد کرده بود، آیا می توان انتظار داشت که از درون آن یک حکومت مدرن، دموکراتیک و امروزی بیرون بیاید؟ جوانهای مملکت را به جرم خواندن یک کتاب دستگیر کرده و به زندان می‌انداختند. این افراد وقتی از زندان آزاد می‌شدند، اسلحه به دست می‌گرفتند. محدودیت‌ها، خفقان و سانسور در جوامعی که تشنه آگاهی هستند، تخم جهل می‌کارند و طبیعی است که طوفان درو می‌کند. خیلی قشنگه، بفرمایید. سوربی، من این سلسله برنامه‌ای رو که شروع کردم درباره آسیب شناسی فرهنگی اجتماعی است. خب حالا یه نمونه شه. وقتی که ما میایم بگیم که آقا این نظام سلطنت چرا فرو ریخت، شما اگر به همین این تاریخ تمدن ویلدورانت، به این سلسله جلد اولش توجه کنی، یه جایی اشاره میکنه، میگه که اگر یک مدنیتی از درون نپرکیده باشه، از بیرون هر چه ضربه بر اون وارد بکنن مثل یک گوی آهنی، این فرو نمی‌ریزه. وقتی که فرو ریخت، حکایت از این داره که از درون پوکیده بود. شما در نظر بگیرید که در نظام شاهنشاهی، در همون اوج اقتدارشون، در اون 5 سال آخر، از این نوع برنامه‌ها درست می‌کردن. مثلا همین یکی، این برنامه آقای مشنگ اللهی، نمی‌دونم آقای مطالعه، یعنی اینه که فقط اهل مطالعه رو داشت تحقیر میکرد. اگر این آسیب نمیزد چه کار میکرد؟ من سوالم از شماست. ما خب در حوزه آسیب شناسی داریم حرف میزنیم. بله، خب این سوال باید از دوستانمون که به شما ایراد گرفتن بپرسین، چون من با شما هم عقیده هستم. البته یه جایی من با شما اختلاف دارم. درسته که شاه تو تمام امور دخالت میکرد و هر اشکالی رو به همین دلیل دخالتش ما میتونیم از اونم به اصطلاح ایراد بگیریم، ولی آیا واقعا فکر میکنید مثلا حتی یه فیلم چند دقیقه ایران که در تلویزیون پخش میکردن شاه مسئولش بود؟ چون این خانم نوشته که آقای کی بوده، فامیل فرای پهلوی، فرای دیوا، اون آقا مسئول تلویزیون بوده. یعنی یه جوری خواستن بگن چه کار شاه داره، ولی ایشون نمیدونه که وقتی شاهی اینقدر نادان و کم سواد باشه که دیکتاتور بشه و خودش رو در همه کارها، از ماجرای نفت، قیمت نفت، سیاست، همه چیز وارد کنه، این میشه که هر چیزی رو هم، حتی دست اندازهای خیابون رو هم وقتی مردم میفتن داخلش فوش میدن به شاه. بفرمایید. بله، ابتدا این دخالت شاه رو من یه دونه مثال برای شما بزنم. یه روزی نمیدونم این آقای مرجوییه، کیه که اون فیلم بلوچ رو درست کرده؟ میدونم کیه میگه. بله، اسم کارگردانش آقای مرجوییه یا در هر حال این آقا بلند شده رفته توی سیستان بلوچستان، چون داستان در اونجا داره اتفاق میفته با اکیپ، و طبیعتا اون اجازه نامه‌ای که برای فیلمبرداری و این حرفا از منطقه داره، رفته اونجا به چند تا دونه تفنگ برنو یا نمیدونم این M1 از این قدیمی‌ها احتیاج داشت که در فیلم کار ببره، و اجازه نامه رفته اونجا کلانتری گفته که آقا من یه چند تا تفنگ برنو احتیاج دارم. اون رئیس کلانتری که سرهنگ بوده یا تیمسار بوده گفته من اجازه نداریم. گفته چطور اجازه نداری؟ چون مگه رئیس اینجا هستی؟ گفت باید اعلیحضرت اجازه بده. شما در نظر بگیرید این سیستمی که اعلیحضرت پیاده کرده بود که همه کاره بود. یا دونه چیز من چند وقت پیش انتشار دادم که این آقای اعلیحضرت وزیر فرهنگ بود، وزیر همه کاره مملکت این بود، کسی جرأت نداشت که در حوزه اختیارات خودش عمل کنه.
طبیعیه وقتی که تمام این مسئولان درجه اول و حتی تا در درجه دهم هیچ اختیاراتی در اداره جامعه نداشته باشند، چگونه میتونن مهر به جامعه خودشون بورزن؟ میگه آقا به من چه مربوطه، گور پدرش بذار خراب شه، دستور از بالا بذار بیاد. وقتی که میگه دستور باید از بالا بیاد، برای همه چیز باید دستور از بالا بیاد، یعنی اینه که کل بدنه جامعه و اون مقامات تراز اولش یه ذره پایتر هیچ کاره هست. خب طبیعی هستش که هیچ گامی برای جامعه برده میدارن. و از اون طرف دیگه هر کس بخواد برای من یه مطلبی رو برای شما قبلا خوندم درباره اینی که نخبه کشی، شما در جامعه‌ای که در اون ساختار هرمه، ساختارش هرمی است و در اون بالا شاه نشسته و عزیز تنها او هست، هر کس در درون جامعه بخواد محبوبیت ایجاد کنه، محبوب بشه، کاری کرده باشه، حتی اگر بر اساس تصادف یه کار نیکوی برای مردم کرده باشه و خیر برکتی به اونا رسیده باشه، آدم دورش جمع میشه. آدم وقتی که دورش جمع شد حاله یه قدرت به وجود میاد. این حاله قدرت تضاد داره با ساختار نظام های سلطنتی و ولایت فقیهی که یک نفر فقط اون بالا نشسته. این مسائل هنوز در افق درک این مردم، این مفسرین ما قرار نمیگیره. که الان هم نگاه میکنی برای اینه که به همین خاطر هستش که ما نخبه کشی در حوزه های گوناگون داریم. و همین کتاب چیز میتونی شما مراجعه بکنید، من اینجا یه کتابی دارم، من اینجا نخبه کشی صحبت کرده، در ما وزیر کشی داریم، اونجا کتابی داره درباره چیز فریدون آدمیت که مطلبی نوشته که وزیر کشی در جامعه ما دفتری دارد کهن. این تنها وزیر کشی نیست، نخبه کشی چیزای سطوح گوناگون داریم، هنرمند کشی داریم. علت شما نگاه بکنیم ببینی همون اون خودکشی هدایت در همه این مسئله نخبه کشیه. نخبه کشی داریم در حوزه اقتصاد، هر کس بخواد یه کارایی انجام بده به ویارو بشه، بلافاصله میزن اموالش رو مصادره میکنن. و این پدیده نخبه کشی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته. یه آقای فقط یه چند سال پیش یه کتابی اینجا نوشته، اینجا مشاهده میکنین این کتاب رو؟ بله بله، جامعه شناسی نخبه کشی. جامعه شناسی نخبه کشی، من نگاه میکنم ببینم الان باید این جامعه شناسی نخبه کشی کتابی هستش که باید مورد بررسی قرار بگیره و چیز گفتمان عمومی تبدیل بشه که چرا تو جامعه ما هنرمند میکشن، وزیر میکشن، هیچ کس کاری نیست. به خاطر اینکه این نظام تک قطبیه، اون بالاست. در جمهوری، در انقلاب 57 ملت ایران ارم سلطنت رو سرنگون کرد، جمهوری مستقر کرد، که در اونجا یه اتفاقی افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ این استش که در نظام سلطنت و جمهوری مردم کاری نبودن، در پیشگاه شاه در مقام رعیت و غلام و نوکر بودن، در پیشگاه شیخ هم به عنوان بنده و ورده. اما وقتی که نظام برگردوندن، در اونجا مردم به وساطت این رأیشون همه کاره شدن. یعنی اینی که مردم، این مسئله ملیگرایی که شما میگین در همین جا اتفاق افتاده. در نظام جمهوری ملیگرایی امکان پذیر هست. و حالا شما در نظر بگیرید در تمام طول این 37 سال اومدن اون بخش جمهوریتش رو پالون اسلامی کردن، اصولگرایی کردن و چرخهای جمهوریت در انتخابات برای انتخاب رئیس جمهوری سایر ارگان ها درست نمیچرخه. یعنی در واقع اون نظام جمهوری اسلامی نیست، اون یه رژیم ولایت فقیهی سلطنتیه، با این تفاوت که اون تاج رو برداشتن عمامه رو سر جاش گذاشتن، انتخابات نمایشی رئیس جمهوری هم را میندازن 4 سال به 4 سال، ولی آقا همیشه اون بالاست. بفرمایید. بسیار ممنونم. من یه بار دیگه اون نوشته رو براتون فرستادم، اگه گرفتید که بله شما حالا میتونید مطلب، اتفاقا من خیلی خوشحالم که این مطلب رو شما بهتر از خود من خوندید. حالا میتونید نظرتون هم بدید، من الان اینجا رو نگاه میکنم ببینم که رسید یا نه. بله، من نظرم اینه که متاسفانه به همون دلیل نادانی و به همون دلیلی که شاه بعد از اینکه حمله بهش شده بود و تصمیم گرفت که دیگه همه کارا رو خودش انجام بده و بعد از کودتا که برگشت ایران دیگه فکر میکرد همه دشمنش هستن،
بعد فکر میکرد فقط خودش میفهمه. از بارها گفتم از هر چیزی که بگید، از مدارس، از وزارت علوم، همه و همه رو خودش میخواست رهبری کنه، باعث شد که همین بشه که امروز من و شما بعد از 37 سال در اروپا و آمریکا به خودمون اجازه بدیم که شاه رو مسئول بدونیم. چرا؟ چون چنان حکومتی کرده بودند که ممکنه اون کلانتریه یا اون پاسدار مال پاسگاه ژاندارمری واقعا احتیاج نبوده که شاه اجازه بده، ولی برداشت اون این بوده که باید شاه اجازه میده. به نظر من این اشتباه بزرگی بود که خودشون کردن. و چقدر شما قشنگ گفتید که خانه هایی که پوسیده و از داخل میریزه، به اصطلاح وقتی نگاه میکنن میرن خودش اون داخل خراب شده. و داخل کی بود؟ خانم فرع دیبا. داخل کی بود؟ همین قطبی بوده. کی بوده؟ داخل کی بود؟ همین آخوندهایی که اینها به دلیل اینکه خانم دیبا افتخار میکنه که من سیده هستم، دختر سید و فلان هستم، و شاه هم از ترس اینکه نکنه خدایی وجود داشته باشه بازوشو دعا میبست، از اسب افتاده بود، فکر میکرد حضرت عباس گرفته، سردردش رو حضرت علی شفا داده بود، توی خیابون حضرت مهدی آمده بود باهاش صحبت کرده بود. اینها میشه بگیم با یه مش آدمای مالی خولیایی ما طرف بودیم که بعد از 57 سال. اتفاقا من از این دوستم خانم نایر سوال کردم، میگم بابا جون شما تمام خوبیای رژیم شاه و دو پهلوی رو که میگید و آقای شهرام و همایون ما قبول داریم، بیاین به ما بدیاشو بگید چی بوده. اگر بدی نداشته، من اولین سوال این، مگه میشه همچین چیزی یه سیستمی 57 سال خوب باشه هیچ بدی نداشته باشه؟ حتما مردم دیوانه هستن. اگه شما میگی بله، من بلافاصله میگم بعد از 57 سال دو پادشاه عالی خوب، مردم دیوانه شدن. حالا 37 سال آخونده اومدن، خب پس دیوانه ترن. اگه شما مردم دیوانه رو احمق و قبول نداشتی، حالا که دیگه بدترن، دیگه چه کارشون دارید؟ همتون هم که تو ممالک آزاد هستید، برید برای خودتون، پولم ماشاءالله دارید، برید برای خودتون بگردید تا اونها هم دیگه پدر همدیگه رو در بیارن. این نظر من بود. بفرمایید. بله، من توصیه میکنم به دوستان در این زمینه نخبه کشی که در سطوح گوناگون صورت میگیره تو جامعه ما، وزیرکشی مشهورترینشه، این کتاب فریدون آدمیت رو بخونن. دیده میشه؟ بله بله. ایدئولوژی رو مطالعه بکنن در حوزه‌های نخبه کشی. ایدئولوژی یه چیزی قبلش بود، مشروطیت ایران. بله، اسمش ایدئولوژی نهضت مشروطه ایران، نوشته فریدون آدمیت. بله، نهضتش رو من درست نتونستم بخونم چون بله. اینو اگر مطالعه بکنن بله. بسیاری از مسائل در حکومت پهلوی اول دوم مشخص میشه و حتی نقد میزنه که ریشه ها در کجا هست. بسیار. اما درباره اینی که شما گفتید، این سلطنت وقتی که ایشون میاد اون بالا همه کاره که میشه، دوستان به این کتاب مراجعه کنن، تبارهای دولت استبدادی. ببینید اینجا ما همینطوری از روی شکم صحبت نمی کنیم، مطالعه می کنیم. این آقا کتابی از 700 صفحه درباره خونده میشه درو. بله همینجا نگهش دارید، خوبه همینجا. بله، بری اندرسون یا پری اندرسون. بله، تبارهای دولت بله. استبدادی رو صحبت میکنه. بعد درباره اون وضعیت دوره نظام شاه رو ببینیم. ما وقتی که اونجا داریم صحبت میکنیم که این نظام تاریخ مصرفش تمام شده بود و باید میره و حالا هنوز یه تعدادی چسبیدن به این مقدس کردن شاه رو، تبدیل کردن به مقدسات. این کتاب رو سامان، این کتاب به نام سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، یعنی درست وضعیت ما رو که آقای ساموئل هانتینگتون نوشته، قبل از اون کتاب چیز تمدنهاش، جنگ تمدنهاش، این رو حتما باید بخونم. بیشترین بخش این کتاب اتفاقا به اوضاع سیاسی ایران در زمان محمد رضا شاه میپردازه و توضیح میده که این دو تا نهاد توی جامعه ما همیشه وجود داشته تا همین الانش هم، نهاد سیاست و دیانت که مسئول سامان اجتماعی ما بودن.
هنوز این مفسرین سیاسی ما، سلطنت طرف ها، نمیدونم کمونیست ها، هنوز نمیدونن که بابا نهاد دیانت و نهاد سیاست پهلوی مسئول سامان سیاسی ما بودن. عقب ماندگی و پیشرفت ما محصول عملکرد خوب و بد اینهاست. اینو باید بخونن، این سامان سیاسی، این کتاب رو باید بخونن، باید متوجه بشن چه گذشته بر ما. حالا شما اگر دوست دارید باز یه مطلب دیگه از اونو بخونین. متاسفانه من نگاه کردم هنوز این ایمیل نیومده. خب بذارید من بخونم این رو. این از این نمونه هاشم تو این زمینه چه اشتباهاتی ممکنه صورت بگیره. خب حالا برای برنامه‌های دیگه سعی کنید دو جا چیز کنید، یا یکیشو پرینت کنید داشته باشید، یکیشو چیز. اجازه بدید من اینو اینجا باز کنم، قسمت دومشو به دوستان نشون بدم. چرا شک به اصول دین در اسلام حرام است؟ اجازه بدید من اینو بخونم، یه قسمت پاراگراف اولش شما در موردش صحبت کنید. کامرای 3. بله. چرا شک به اصول دین در اسلام حرام است؟ یکی از احکام خطرناک و آسیبزای امتناع تفکر در جهانبینی، در جهانبینی اسلامی حرام اعلام کردن شک در اصول دین است. تا از یک سو دروازه ها همواره بر پاشنه سنت رسول الله بگردد و از دیگر سو مبانی اصول دین به زیر سوال نرود، مبادا که ساختار موهومش فرو ریزد. سنت رسول الله با همین فرمان کور کردن آنتنهای کنجکاو انسان را هدف قرار داد و در پیامدش اردوگاه اسلامی درهای تحول، تجدد و نوآوری را بر خود بست و دچار انحطاط و عقب ماندگی فاجعه بار تاریخی شد که از همان ابتدا تیره روزی و زندگی فلاکت بار برای تابعان خود به ارمغان آورد. در فقه اسلامی شک به اصول دین گناه و حرام اعلام شده و با شرک برابری می کند و در حدیث امر می کند ای ایمان آوردگان به اصول شک نکنید که گناه کبیره است. حالا شما بعد می خواهید توضیح بدید که شک چیست. بخونم یا شما می خواهید در این مورد توضیح بدید؟ بله بخونید، ادامه بدید و بعد من کلیاتش یه بحثی می کنم. اتفاقا قبل از اینکه اون بحث بکنم یه سوال از شما می کنم که بحث صورت بگیره. آقای یزدان خدا بنده رو شما امروز من رو اینجا گذاشتی رو میز تشریح، بفرمایید. نه حالا قبل از اینکه اون قسمت رو بخونید، بله. ما درباره من اونجا یه جا اشاره کردم که علت عقب ماندگی به پیشرفت ما، بله. خب مسئولش طبیعتاً این سامان سیاسی، توی سامان سیاسی هم که توضیح میده نهاد دیانت و سیاست بوده، یعنی همه کاره جامعه ما این دوتا نهاد بودن دیگه، یعنی شیخ و شاه، به غیر از بوده نه دیگه. خب. تا اونجایی که ما میدونیم سوال من اینه که این علت عقب ماندگی و پیشرفت، خب عقب ماندگی خودمون رو با چه شاخص هایی میتونیم مورد بررسی قرار بدیم به نظر شما؟ معمولا این روزا با چیزهای جهانی دیگه، با همسایه ها، با کشورهای اون منطقه. آفرین. خب چگونه؟ آقا میگفتی تمام برای امتحان نهایی حاضر بشن. من الان مختصر توضیح میدم. بله. شما اگر به تنهایی در نظر بگیرید یه بچه 12 ساله شما بیاد از شما میپرسه که بابا برای شما عقب موندی، شما باید به زبان کودکانه ساده براش توضیح بدید علت ها و شاخص ها رو. بعد این موضوع عقب ماندگی رو به تنهایی ما نمیتونیم ثابت بکنیم مگر اینه که متضادش، یعنی پیشرفت رو در مقایسه با اون قرار بدیم. شما تا زمانی که در ایران زندگی میکردید طبیعتا آنچنان به این مسئله عقب ماندگی ذهن شما رو مشغول نمیکرد، چون من اینکه عموما همه جای ایران یکیه، حالا بگذاریم از اینه که یه قسمت هایی هستش خیلی سخت. کاملا درست میگید، اتفاقا یکی از چیزهایی که همین که اومدید به آمریکا یه دفعه متوجه شدید، یه دفعه هم نه به تدریج متوجه شدید که ما در سطور گوناگون عقب موندیم و اینا در سطور گوناگون پیش رفتن. خب حالا این عقب ماندگی به پیشرفت رو مهمترین شاخصش چیه؟ مهمترین شاخص
در حرکتیه که یک جامعه داره. اونی که پیشرفت کرده، حرکتش، شتابش مثبت، درست مثل موقعی که شما ماشین سوار میشید، روشن میکنید، گاز میدید، این حرکت شتابش داره میره بالا. بنابراین حرکت داره شتابش میره بالا، جنبه مثبت داره. اون موقعی که پارتون رو روی گاز ور میدارید، ول میکنید، این حرکت ماشین کاهنده میشه، شتاب علاوتش منفیه. خب در این مقایسه اون حرکت رو باید مورد بررسی قرار بدید که در اینجا باید متفکر به شیوه های فلسفه، به اون منطق سوره ارسطویی یا دیالکتیک آشنایی داشته باشه که مبحث حرکت رو بتونه مورد بررسی قرار بده. بنابراین اون اساسی ترین عنصر در عامل پیشرفت و عقب ماندگی اون حرکته. باید نگاه بکنیم ببینیم که حرکتش مثبت یا منفی است. در جامعه ما وقتی مورد بررسی قرار میدیم این حرکت رو، میبینیم که در این 1000 سال اخیر حرکت ما بسیار بسیار کند بوده، انقدر کند بوده که اونیا حرکت کردن رفتن جلو و ما عقب میدیم. خب حالا علتهای این کندی رو داره در کجا بررسی کنیم؟ یکیش عوامل اقلیمه، یعنی خصوصیات اقلیمه. دیگری نهاد دیانت و سیاستی که مسئول سامان سیاسی ما بودن. در اینجا هستش که ما مریض نیستیم که بیاییم مثلا نظام سلطنت رو بکوبیم یا نظام مثلا دیانت رو بیاییم مورد بررسی قرار بدیم. به همین خاطر هستش که به علتهای عقب ماندگیمون پی ببریم. چرا ما عقب موندیم و چرا اونا پیشرفت کردن؟ بفرمایید، یا میخواید صحبت بکنید یا اون مطلب رو ادامه بدید. بسیار ممنونم. اتفاقا اینه که شما میگید مشکلات حکومت‌های عقب افتاده اونجا شروع میشه که مردم اون مملکت میرن با کشورهای دیگه، بعد که برمیگردن یا هم موقع اونجا هستن، حتی حکومت شاه و رضا شاه و اینها، الان یه سری این طرفدارای پادشاهی به اینایی که بورس گرفتن آمدن بیرون فحاشی میکنن، اینه که میگن اینا پول مفت گرفتن رفتن اونجا، بعد اومدن بر علیه شاه و همه رو فکر میکنن اینا کمونیست شدن، در صورتی که بابا طرف کمونیست نشده. من تا زمانی که نیومده بودم توی آلمان اصلا فکر نمیکردم که بابا اتوبوس وظیفه داره سر ساعت بیاد. من توی آلمان ساعتم را با اتوبوس که میومد جلو پام وای میساد میتونستم تنظیم کنم، چون روی تابلو نوشته بود مثلا 7:58 دقیقه، اتوبوسی که میمد میدیدم 7:58 دقیقه است، و اتوبوسی که مثلا زودتر آمده بود یکم اون عقب وای میساد که بشه 7:58 دقیقه بیاد، چون اونی که به انتظار 7:58 دقیقه میاد نیاد ببینه اتوبوس زود اومده رفته. خب من میام شاکی میشم، اولین کسی که ما رو میخواد بگیره بندازه زندان اینا کسیه که به جای این که بگه بابا این درست میگه اتوبوس ها رو سر وقت کنیم، میگه دست پای اینو ببندید بندازیدش توی سیاه‌چاه. اگرم حرف زدی امروز هم توی قرن 21 خانم ناهید حسینی از انگلستان، خانم نایر از اروپا میگن که نه این خوب بوده بهترین بوده. آخه مگر میشه که خوب بوده بهترین بود؟ شما ها میگید این خوب بوده بهترین بوده، میگیم چی شد که اینجور شد؟ میگید خارجی ها دخالت کردن. خودتون کجا زندگی میکنید؟ تو همین کشور خارجی ها که بهشون اطمینان ندارید. اقلا من عذرم موجه، میگم من اینجا زندگی میکنم چون باور ندارم که اینا دخالت کردن تو ماجرای ایران، با وجودی که خود اینها میان میگن ما دخالت کردیم، مدرک دادیم بیرون، و شما میگید نه اینا درست نمیگن، اون قیام بوده، اون فلان نبوده. یعنی ما نمیدونیم به چه ساز اینها حقیقتا برخصیم که خودشون عوض نکنن. بارها من بهشون گفتم بیاین به ما بگید شما دوتا میشه چند تا، ما بر اساس گفته شما صحبت میکنیم، چون بعضی از اینا دوتا رو میذارن بغل هم میگن 22 تا، در صورتی که همه میدونیم دوتا 4 تاست. بفرمایید. زن رو که اینا دارن اتح میکنن، من یه روزی برای شما صحبت کردم، صدا میاد؟ بله بله. من یه روزی برای شما درباره تفکر سنتی و اسطوره‌ای صحبت کردم، گفتم که این افراد گرفتار تفکر اسطوره‌ای هستن. در تفکر اسطوره‌ای نگاه انسان اسطوره اندیش در برخورد با مشکلات همیشه به جای یافتن علت و کاربوچکافی اون با معلول گلاویز میشه. اینجا وقتی که این علت تراشی میکنه، یعنی
علتهای معلول تراشی داره میکنه، یعنی اینه که به جای اینه که علت و مورد بررسی قرار بده هی با معلول بر میره و این از این شاخه میپره رو اون شاخه، از اون شاخه میپره به اون شاخه، همه معلول هست. هر کدوم میگه بیای بپرسی علتشو، به جای اینکه روی خط علت و معلول حرکت کنه تا اون چرخش رو تکمیل کنه، این از این شاخه معلول میپره رو اون شاخه معلول، از اون شاخه میپره به اون شاخه. به همین خاطر هستش که واقعیت های موجود در جامعه رو بل میکنه، میره در آفاق معلول های دست هفتم هشتم دهم رو به عنوان قطعات پازل جمع میکنه، میاره کنار هم قرار میده و یک تصویر کلی مخدوش درست میکنه به شما چیز میده، تقدیل شما میده. درباره این دین هم ببینید دوستان، وقتی من میگم اجازه بدید دوستان بنویسن، خود من تا امروز میگفتم آقا همیشه که اسلام گفته اول برو تحقیق کن بعدن بیا مسلمون بشه، ولی شما ببینید پایه و اساسش، اولا میگی شما بگو اشهد ان لا اله الا الله، من چه میدونم که اشهد ان لا اله الا الله، شاید صد تا خدای دیگه هم باشه پس من نمیتونم شهادت بدم. میگه بگو اشهد ان محمد رسول الله، من نه توی غار با محمد بودم نه خبر دارم که خدا اینو به پیغمبری، پس اینم یه دروغ دیگه است. ولی حالا جالب اینه که آقای خدا بندلو میگه این گفته شک نکنید، حالا توضیح میده شک چیست، هر وقت گفتید من براتون این قسمت شک چیست رو بخونم. بله شما ببینید یه مرتبه من این نماز رو، این چیزی که ما نیاکارمون تا همین دیروز میلیون ها نفر رهی مرتب در پنج وعده در 17 رکعت دلالات می شدن گر الله اکبر رو می خوندن، یه مرتبه برید ترجمه شو بزنید ببینید چه مزخرفاتی توش هست، یعنی چه چیزایی رو داره از محمد میخواد، برای محمد میخواد. اصلا آدم تعجب میکنه مگه میشه یه همچین چیزایی رو انسان میخواد، اونو به اینجور بکنید. و درباره خب بفرمایید این مسئله رو ادامه بدید. بله دوستان من این مقاله رو میخونم و هر کسی درباره شک مثلا این هستش که وقتی که در همون آیه دستور میده یا حدیث که شک نکنید به اصول دین، این پدیده شک کنجکاوی رو از پیکر روانی انسان مؤمن یعنی مسلمان میکشه بیرون. به همین خاطر هستش که اون جاده صراط المستقیم رو قرار میده و میگه همه تو این جاده فقط حرکت کنی. یه روز من با تعجب دیدم مثلا این آقای میبودی تو جلسه میگفت در صراط المستقیم حرکت کنید که گم نشید. خب وقتی که در صراط المستقیم همه به صورت سنتی تو اونجا بخوایم حرکت بکنیم و تکلیف نوآوری چه میشه؟ کی باید نوآوری بکنه و راه تجدد رو بره؟ یه دونه تصویر تو این فیسبوک ها چاپ شده بودا، من این رو چیزش کردم که دو تا جایه جاده رو میاره نشون میده به دو قسمت تقسیم میشه، بعد توی جاده دست راستی انبوهی جمعیت داره میره، بعد تو دسته چپی یه نفر میره. من اون جاده دست چپی رو گذاشتم جاده تجدد و این جاده ای که انبوه آدم ها داره میره رو گذاشتم جاده سنت. این هستش که شما وقتی همه بخواید تو اونجا حرکت بکنید و در پناه همان باشید گم نشید، این برای چی گم نشید؟ یعنی اینه که شما را از ترس گم شدن داره، با ترس گم شدن داره کنترل میکنه و این ترس یکی از اهرم‌های خطرناکی هستش که در دیانت استفاده میکنن برای کنترل انسان. بعدم اونجا میاد میگه همه باید تو این مسیر حرکت کنی، هر کس هم بخواد خطا بکنه پاشو میزنم جو چیزش میکنم. بفرمایید. بسیار ممنونم. بریم این شک چیست رو بخونیم تا در موردش صحبت کنیم. شک چیست؟ شک نوعی سوء ظن به حقیقتی مورد تردید و مقدمه است برای دستیابی به آگاهی و در حوزه دانش نشانه آغاز بلوغ فکری است. با شک و پرسش انسان هوشمند کنجکاو می شود تا به حقیقت مکنون و پناه و پنهان در پس پرده الهام ابهام پی ببرد. نگاهی به پیشینه شک گرایی. اولین شکی که در تاریخ فلسفه به ثبت رسیده منسوب به کسنوفانوس چجوری تلفظش می کنه؟ کسنوفانوس کسنوفانوس کلوفونی پیشگام
شکگرایان در عکسشم فرستادم. بله بله اونم نشون میدم. در جهان باستان که در آغاز سده پنجم قبل از میلاد شهرت یافت و از نگرش علمی مکتب مالتی، یا چیه این مکتب؟ مکتب ملتی. ملتی عمیقا تأثیر گرفت و به نقد دیدگاه های آن روزگار پرداخت و به عنوان منتقدی درخشان در حوزه روشنگری شناخته شد. او برای اولین بار بذر شکاکیت را در دوران هم نوعان خود در روان هم نوعان خود پاشید و بعدها همین دانه گوهرین در آراء پیروان وی در حوزه فلسفه‌ای الاشهری اون لعا یه شهری هستش در جنوب ایتالیا. آها اینجای الف هم بهش اضافه شده، لعا شهری. لعا شهری در ایتالیا و در نظریات هراکلیتوس رشد کرد و به ظهور صوفیزم منجر شد که دوران اوج شکوفایی شکاکیت به شمار می آید. عکس هراکلیتوس رو هم برای شما فرستادم. بله خوال چون دارم میخونم نمیتونم اونو نشون بدم. شما اگه این رسید شما بخونید که من بتونم اونا رو نشون بدم. باشه هنوز نرسیده. من نگاه کردم. شما ایمیلتون رو ببندید باز کنید. این همون چیزی که من میگم، چون بازه نمیاد. چون بازه همونایی که یه بار ببندید باز کنید، دو تا براتون فرستادم. هراکلیتوس آن ژرفندیش یونانی همه چیز را در حال تغییر و دگرگونی می‌دید و این جمله او که در یک رودخانه نمی‌توان دوبار شنا کرد اشاره به همین سیلان دائم است، یا سیلان دائم است، و از سخن او برداشتی منفی از شکاکیت به عمل آمد که اگر همه چیز در حال تغییر و گذر است، پس نمیتوان نسبت به واقعیت معرفت پیدا کرد، چون تغییر مانع از دستیابی دانش به نتیجه میشود. اما همه شکاکان نظر واحدی نداشتند. نکته محوری در کانون گفته‌های آنها همین باور به دگرگونی مدام و شدن بود و نتیجه می‌گرفتند که دانایی یا معرفت کامل ممکن نیست. اگر همه چیز در حال شدن و مدام در حال تغییر باشد، پس همه چیز هم هست و هم نیست و شناخت ما از پدیده‌ها نسبی و ادراک ما چنان لحظه‌ای و سخت گذر است که نمیتوان از آن که نمیتوان از شناخت عینی و قابل لمس یاد کرد و به همین دلیل راه رسیدن به ادراک مشترک بسته است که در عمل نوعی سفسطه بود، زیرا در آن ایام هنوز منطق سوری ارسطویی وارد میدان داوری در امور فلسفی نشده بود تا امر ممکن از ناممکن تفکیک شود. اما اساس حکم شکاکان بر هستی شناسی در سنت فلسفی غرب با سقراط آغاز می شود. فیلسوفان پیش از سقراط عموماً به عالم خارج توجه داشتند و مسئله محوری برای آنها ثبات و تغییر عالم بوده است. آقای یزدان خداوندلو اجازه بدید، چون من در قسمت اول برنامه هم از آقای شهرام همایون صحبت کردم، من اینجا دعوت کنم از آقای شهرام همایون اگه مایل باشن توی مصاحبه یا مناظری با من با شما شرکت کنم، چون آقای شهرام همایون این یک قسمتش رو یا صادقانه متوجه نمی‌شد یا مذبوحانه به بینندگانش دروغ می‌گفت و کلک می‌زد که در رابطه با مقایسه زمان رضا شاه با اطراف و اینها هی به مردم میگفت شما نباید با اروپا مقایسه کنید. آقای شهرام همایون، آقا با اروپا مقایسه نمیکنید، با ترکیه همسایه شمالیمون مقایسه میکنید. چرا شما اینقدر دروغ میگید؟ چرا به خاطر اینکه 10 نفر بیان از شما مجسمه و کله رضا شاه رو بخرن، اینجوری خودت رو واقعا وجدان خودت رو کانشس میگن اینجا گذاشتی در معرض فروش؟ و چرا اجازه نمیدی یه نفر مخالف بشینه روبروت صحبت کنه تا ببینی که بابا تو هم اشتباه میکنی؟ حالا هی شما بشین اونجا بگو که داور پسردائی بابای مامان من بوده. خب چه فایده ای؟ همون داور و اینها هم که دانا بودن همین حکومت زد پدرشون رو در آورد دیگه. چرا نمیگی همون داور و همون دیگرانی که شما
اعتبار میگیری که ببخشید آمیزای فلانشون هستی، چه حکومتی سر به نیستشون کرد؟ آقای خدا بندلو اینو درست میگه، میگه اگر ما خوبی داریم یا بدی داریم از همین حکومت‌های سنتی بوده. اگه خوبی هست خب اعتبارشون میگه، ولی شما به دروغ خوبی‌ها رو میخوان اعتبارشو بگیرید، بدی‌ها رو بگردید دنبال یک کسی دست اول دست دوم، تازه حالا دیگه زورتون هم برسه سربی رو پیدا میکنید توی آمریکا که آقا 37 سال پیش بنده انقلاب کردم. میگم بابا وقتی شاه ترسو شما فرار کرد، من جزء نیروی ویژه ارتش ایران مأمور حکومت نظامی بودم. خب تقصیر شماست آقای خدابندلو، کاغذاتو پیدا نکردی، من میکروفون افتاده دستم، حالا همینجور حرف میزنم، من ساکت میشم. نه شما... اشکالی نداره. بله. اولا این آقای شهرام هرمایون ببرای این نظر فرهنگی چیزی بارش نیست. حالا به تحت شرایطی رفته آمریکا، در اونجا تلویزیون رو زده، اپاراتی داره و میشینه اونجا، یه سری حرفایی میزنه خارج از خط و چسبیده به نظام سلطنت و تلاش میکنن که فکر میکنن مثلا نظام سلطنت رو میتونن برگردونن و این آب رفته رو به جیب سلطنت باز کرده. یه امکان پذیر نیست. اینا نه آقای خدابندی، اجازه بدید من بهتون بگم، اینا قشنگ هم میدونن که این نظام برگشتنی نیست، ولی میدونن که به کیسه های افرادی که طرفدار سلطنت بودن اینها دارن نگاه میکنن و تنها قوم و تنها گروهی که هنوز پول خرج میکنه در آمریکا برای این تلویزیون ها این طرفداران پادشاهی هستن. یعنی اینا یه مش پولای ملت ایران رو برداشتن و بردن خارج کشور، قسمت کوچکی رو خرج این تلویزیون و نمیدونم اون چیز ایران و ایرانه چی میکنن که آقای وطنگان غیره هستش میشینه اونجا از این پایین مهمل میبافه تا اون بالا، از اون بالا مهمل میبافه. و اتفاقا هم اینا خیلی هاشون با چیز پهلوی و این حرفا مثل که پول بهشون درست نمیرسه بعدا مشکل پیدا میکنن، دعوا میکنن، میشینن انتقاد میکنن. یه شاعره هم هستش، مرد شاعره که 70 خورده ای سالشه توی تلویزیون پارس میشینه اونجا خیلی قرنه نطقای چیزی میکنه، اونم مشکل پیدا کرده. اینا همهشون مشکل پیدا میکنن چون همهشون به اون کیسه پهلویه چشم دوختن. تا پولداری رفیقتم، رفیق بند کیفتم، یا رفیق بند دیگه زیب. همین هستش که اون وقت در ضمن امروز ما درباره این که مسئله شک رو من مطرح کردم که شک چیز کنجکاوی انسان هستش که مشکوک میشه که این چیزی که داره میگه واقعیت داره یا نه، اینو چنان ماهرانه بیرون کشیدن از پیکر روانی انسان مؤمن. خب طبیعتا وقتی که شک و کنجکاوی رو از روان انسان بیرون بکشن، این انسان اصلا از چیز مقام انسانیش خارج میشه و در حوزه حیوانات قرار میگیره. شما اگر به این کتاب توجه بکنید، این کتاب رو من چندین بار درباره صحبت کردم، امتناع تفکر در فرهنگ دینی. اجازه بدید، امتناع تفکر در فرهنگ دینی. بله دینی. درست خونده میشه؟ بله بله بله. بله مال آقای آرامش دوستدار هست که 500 صفحه هستش درباره فقط امتناع تفکر، یعنی محال بودن اندیشه در تفکر دینی صحبت میکنه. آره این عکسش هم فرستید. ما را وقتی که مورد بررسی قرار میدیم میبینیم تمام قط و ظریستی نیست و در یه همچین فرهنگی خب چگونه میتونه پیشرفت صورت بگیره؟ کنجکاوی وقتی که وجود نداشته باشه، راه های ناکومی در نرن، خب چگونه دستاورت های علمی به وجود میاد؟ روی این حساب هستش که خب در نهایت اونا پیش میرن، ما عقب میمونیم. آقای خدابنده رو درباره اون دوستمون آقای رضا آزاده که میگه که چرا به کتابی که 3 میلیون نسخش دست شیعیان هست شما گفتید کتاب مزخرف رساله، میخواین صحبت کنید یا در برنامه؟ بله بله. ببینین آخه خیلی متاسفانه اینا همشون کمیت رو به جای کیفیت اشتباه میکنن. مثلا یکی از این اشتباهات هم که این آقای دکتر محیط هستش که درباره کمونیست‌ها صحبت میکنه. بله بله. این درباره اون آثار گروندروسه کارلبات صحبت میکنه که 60-70 جلد هستش. من میگم، من یاد به یکی از این دوستا گفتم اگر این آقای کارلبات مثل اون فردریش انگل دست به کار بود، یعنی عملگرا بود، این همه مهمل سر هم نمیکرد. آقای کارل مارکس یک کتابی داره بسیار چیز، اونم کاپیتال هستش و بیشتر هم سرمایه‌داری از اون استفاده کرده. بقیه آثارش مهمل بابیه،
این هستش که حالا این مثلا 72 جلد اون رو کمیت رو به جای کیفیت میگذاره، طرف نگاه میکنه ببینه اینا ها یه کتاب بنویسه ایشون درباره ثروت ملل، ببینید اینو ببینید، بله بله درباره ثروت و فقر ملل، این در چیز خیلی تصور میکنن که این کتاب ثروت ملل مال آدم اسمیت، بله بله این آقای آدم اسمیت مثلا یکی از چیز دانشمندان انگلیسی قرن 18 بود که درباره ثروت ملل صحبت کرد که گفتش که اینجا همه این مسئله اضافه جمعیت هم من که صحبت کردم برای شما اون رو معروف معرفی کردم، بله بله این درباره چی میکنه که میگه که خب انسان ها تساهودی چیز میکنن ولی چیز محیط زیست قضا به صورت هندسی هستش و این تفاوت پیدا میکنه و خیلی از اینا میان مثال میزنن که بله در دوره ناصرالدین شاه ما و ژاپنی ها اصلاحات شروع کردیم ولی الان ژاپنی ها به کجا رسیدن و ما کجا هستیم. در این کتاب درباره ژاپن صحبت میکنه، درباره ژاپن صحبت میکنه. من اینو 7-8 سال پیش که خوندم حیرت کردم که بابا این حرفایی رو که اینا میزنن درباره ژاپن غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه ژاپن یک جزیره است و ما یک قاره هستیم. ژاپن یک جزیره است محاصره شده در دریا که تکیگاه بزرگش آبزیان دریاست که این ملت هیچ وقت گرسنه نمیموند، ما تکیگاهمون بیابانه. اونجا حالا یه متنی هستش اگر اونجا بخونید، من به این اقلیم پیامبرخیز اشاره میکنم. بفرمایید. بله شما نیومد اون ایمیل براتون؟ نه آخر من نمیدونم چی شد این مسئله را بعد از این سعی میکنم که اجازه بدید پس من این نوشته رو بیارم، چون منم آماده نبودم که این نوشته رو بخونم. حالا نه خوبه، حالا همین که داری همینطوری میخونیم خوبه، ادامه بدید. قسمت شک رو خوندیم، حالا میایم اینجا. گفتید اسم این آقا چیه؟ کسنفونس، کسنوفونوس کلوفونی. از 475 تا 570 هم زندگی کرده، 25 و 70 95 سال پیش از میلاد، یا از 570 تا 400 در سال نمیدونم چون تاریخ های فارسی اینا عوضی میشه. بذارید دوستان من اینو نشون بدم که خودتون ببینید که آقای یزدان خداوند رو زحمت کشیده این مقاله ها رو قشنگ درست کرده، ردیف فرستاده و برای شما نشون بده. پس از غلبه سپاه کوروش بر ایونیا در سال 546، ناگزیر از وطن خود به همراه گروهی از مقابل فرزندان انسان گریخت و در اثر یأس و هرمان فرزندان انشان. چی اسمش؟ فرزندان انشان. آها من خوندم انشان، ببخشید. انشان توی همین بله انشان که اصلا مال فارس فارسه. بله بله شش انشانی. بله بله اصلا فارس یه قسمتش انشان. بله از مقابل فرزندان انشان گریخت و در اثر یأس و هرمان ابتدا به همه چیز مشکوک شد و گروه فراری همراه او کلونی های در کرانه های دریای تیرنی برپا کردند و بذر شکاکیت در میان این گروه های فراری از وطن افکنده و شروع به رویدن نمود. همینجا توقف کنید. بفهم. وقتی که ما رفتیم اونجا، من قبلا صحبت کردم که این سپاه کوروش وقتی که رفت اونجا و بعدان داریوش و خشایارشا اینجا، این مزاحمت هایی که ما در اونجا ایجاد کردیم آزردگی رو ایجاد کرد. یکی از این بخشه آزردگی ها همین استش که این آقای کلوفونی که یکی از همه اون دانشمندان و فلاسفه بود از وطن خودش فرار میکنه، میاد میره توی اون بخش چیز دریای سیاه. اونجاها یکی هم نبود، یک لشکری بودن. اونجا میان میرن کلونی ایجاد میکنن و اونجا دوچار یأس و هرمان میشن، مثل بعضی از ماها که بلند شدیم اومدیم خارج کشور. اینجا میدونی چقدر از ایرانی ها در خارج کشور خودکشی کردن، مردن، ند میکنن. اینا هم در اونجا این یأس و هرمان دوچار شدن و این یأس و هرمان سبب ساز اون تفکر ایدئالیستی افلاطونی و سقراطی است. بله اجازه بدین باز به دوستانی که یا خود آقای شهرام همایون یا دوستانی که این برنامه رو میبینن با ایشون تماس دارن بگن دیدید که باز آقای خدابندلو میگه وقتی کوروش و داریوش و اینها نه یه بارم چند بار رفتن و مزاحمت هایی ایجاد کردن. آقای شهرام همایون نه یا هی بشین کوروش رفت اونجا، کوروش 33 تا جنگ کرد، توی 3 تا جنگ آخری
فهمید که نباید نیروش رو مصرف کنه که به مردم بگه چه دینی داشته باشید، چه آیینی داشته باشید. توی اون ستا تقریبا مثل آدم به ملت گفت آقا برید هر کاری میخواییم بکنید بکنید، ما فقط میخواییم مال و اموالتون رو ببریم. نه یا این دروغا رو بگو. اگر یه وقتی وقت کردی، میدونم شما وقت نداری، همش دنبال پول هستی، یا باید این موادی رو که خانم دکتر عزیزی درست میکنه بفروشی، یا باید سرکار تلویزیون تو راه بندازی، ولی تو رو خدا ملت فقط نشینید یه تلویزیون نگاه کنید، تلویزیون های دیگر هم نگاه کنید، مقایسه کنید، برید بخونید. اگه یه کسی میاد میگه کوروش رفت اونجا، کوروش نمیدونم تاریخ یونایتد نیشن چی میگن، قانون سازمان ملل و حقوق بشر رو نوشت، به این سادگی قبول نکنید. حقوق بشر هنوز تو سال 2016 ببینید ما توی آمریکا چجوری به گل موندیم و داریم درجا میزنیم. اون وقت شما میگید 2500 سال پیش آقای کوروش رفت حقوق بشر رو نوشت، براتون نشون دادم این مزخرفایی که میگن بالای سر سازمان ملل اینجا نوشته چون عضوی به درد آورد روزگار، اصلا همچین مزخرفی درست نیست. یه فرشی رو اونم همین آقای ظریف آورده داده به سازمان ملل، یه پولی هم دادن که اون اتاق اولی نشون بدن، روی اون فرشه نوشته چون عضوی به درد آورد روزگار، یا بنی آدم ازای یک گوهرن. این مزخرفات رو تو تلویزیون ها انقدر تکرار کردن، شما فکر میکنید با چشم خودتون رفتید نیویورک، رفتید بالای سازمان ملل دیدید اونو. در هر صورت ممنونم. این ماجرای حمله به کشورهای دیگه، فرار و گریز و اینها، بعد برگشت اونها که میان حالا بریم انتقام بگیریم و اینها، داستان دوم و درازی است. آقای خداوند لو، متاسفانه یا خوشبختانه 5-6 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من این پاراگراف رو تموم میکنم، شما دربارش توضیح بدید، بعد واگذار میکنیم به دفعات دیگه. ضمناً همینجا از دوستان دعوت میکنم، مثلا این خانم نیر به من گفت که ساعت 3:09 شب به وقت آلمان میان روی خط که با شما باشن، و من اتفاق میخواستم از شما اجازه بگیرم که اگر ایشون آمد من میتونم از روی فیسبوک بخونم چیزی رو که ایشون میگن. معمولاً اینا حوصله این که برن یه جایی که مغزشون یه کمی قلقلک بشه ندارن، جایی میرن، جایی دوست دارن که حرفی رو که دوست دارن بشنون و خوشحال بشن. کجا؟ الان آقای شهرام و همایون باز برنامه داره، دوباره پول بده سر رضا شاه رو بخر بذار این ور، بعدم به شما میگه من رضا شاه رو معروف کردم. رضا شاه رو کجا معروف کرده؟ گوشه اتاقهای شما که همتون افسرده شدید. دلیلی هم که خودکشی نمی کنید اینه که مردن خرجش زیاده، 4 تا سر قلابی آوردین گذاشتین اونجا. ببخشید من از رضا شاه دارم فرکول درست میکنم. بله بله، من بارها تو این مقالات گفتم که بابا جان رضا شاه فرکول نبود، بلکه محصول مطالبات متراکم شده عصر مشروطه بود و پشت ایشون یک لشکر روشنفکران عصر مشروطه بود که بعد از اون 10 سال اول، 9 سال اول که این اقدامات و این کارهای خیرخواهانه رو انجام داد، صفت در 9 سال بعدیش همه اینها رو حذف کرد و با حذف کردن اون این افراد، یعنی رجال وزین دوله چیز قاجاری، زیرا به خودش زد. به صورتی که وقتی که انگلیس ها اومدن گوششو گرفتن به نقطانش بیرون، تکیگاه مردمی نداشت. دقیقاً این بحثیه که من بارها گفتم، تا اون زمانی که همه میگن رضا شاه بی سواد بود، ولی ببینید چه افرادی رو آورد. بله، تا موقعی که اون افراد آورد، به قدرت مغز اونها، به قدرت کارایی اونها، بر اساس تجربه اونها موفق شد. همچین که فکر کرد اینها نبودن و خودش بودن، دیدید که چگونه عین اینجا میگن وقتی میره هوا خیلی یواش میره، وقتی میاد پایین با سرعت خورد زمین. و باز شما از خودتون و از آقای شهرام و همایون سوال کنید، در اون منطقه ای که ایشون با ماشین رفت و میرفت، چرا یه نفر نرفت جلو ماشین ایشون حتی بخوابه رو زمین بگه از روی جنازه من رد شد؟ از خودتون بپرسید. و اگر جوابتون اینه که مردم ایران وطنشناس نیستن، نمکشناس نیستن، نمک به حرام هستن، آیا مردم ایران تحت حکومت آخوندا بهتر شدن؟ اگر نشدن، پس شما چیه؟ بحثتون چیه؟ خانم نیه، شما قرار بود بیای صحبت کنی، همون جوری که شهلا خانم در رفت ولی ایشون عذر و بهانه آورد که مریض بوده، 2 ماه در بیمارستان بوده، شما عذری ندارید، بیاین صحبت کنید، بعد از صحبت‌ها برید فکر کنید. من این مقاله رو می‌خونم، 3:57 دقیقه، 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بعد
وقتی فرار کردن و اون افسرده شدن. اینجا بعد ادامه میدید شما که بذارید من برای دوستان هم نشون بدم. بله، به نظر کلوفون هرگز نمیتوان به حقیقت مطلق رسید و آنچه آدمی فکر میکند که تمام حقیقت است در واقع جز شبهی در پندار او نیست، زیرا معرفت برای انسان به تدریج به وساطت تئوری و پراتیک حاصل میشود و این خدایان نیستند که حقیقت را بر آدمی فاش میکنند، بلکه خود انسان است که با تلاش و کوششی پیگیر در نظر و عمل از راه مشاهده و آزمایش به واقعیت دست می‌یابد. فرهنگ فلسفی درباره وی میگوید او بنیانگذار مکتب فلسفی این الیا است یا لیا؟ الیا. الیا شاعر، شاعر تن تن آخه کلمی هم یه چیزی دارن اولیا بهش میگن، حالا نمیدونم این با اون چه ربطی داره. این شاید هم اون باشه، من این بنیانگذار مکتب نام یک فردیه. بله، این بنیانگذار مکتب فلسفی الیا، شاعر طنز پرداز و از نخستین نقادان انسان خدایی آنتروپومورفیزم بود و اساطیر بود و میگفت مردم خدایان را می آفرینند و هر ایل و قبیله‌ای آن را شبیه آمال خود خلق می کند و از دیدگاه ماتریالیسم فلسفی به درک عمیقی از انتزاع ابستراکشن در مفهوم هستی شناسی رسید و نظریات او درک دیالکتیکی مقوله ها را آسان ساخت. این آخر این مقاله به اصطلاح یک قسمت پاراگراف شه و وقتمون تموم شده. خب آقای خدا بندلو من رو گذاشت سر کار، خودشون قشنگ دستشون هم گذاشتن پشت. اگه اجازه بدید یه جمله بگم و برنامه رو تعریف کنید. بفرمایید. آقایون و خانم ها تازگی ها که نه حداقل یه سالی هست شروع کردن به شیوه ملامتی، اینا رو میذاریم تو محفظ ملامتیان، این ملت رو ملامت میکنن نمک نشناس. یه خانومی هم بود ترانه نمک نشناس و فلان حرفا داشت میگفت. بله بله. انتقاد ازش کردن. من میگم اگر نمک نشناس بوده 2500 سال چیز سلطنت رو به دوش نمی کشیدن. 1400 ساله دارن یک جماعت انگن رو دارن خورد و خوراکش رو میدن، بهترین نوع زندگی رو براشون فراهم کردن که به قول کسروی میگفت این جماعت نه دوزنده است، نه ریسنده است، نه خیاطه، نه مهندسه، نه دکتره، هیچ کاری بلد نیست. تنها کاری که میکنه مواد غذایی ملت رو مصرف میکنه و خرافات تولید میکنه. بعد اینا رو ما تحمل کردیم، حالا که در این انقلاب 57 که اون اولی رو زدیم، یعنی نهاد سلطنت رو زدیم و اومدیم سراغ نهاد دوم، این مسائل به وجود اومده. بسیار حالا میشن مردم نمک نشناس. آقا ما اونا چی کار کردن برای این ملت که حالا ما بایام نمک نشناس یه عمر ازت چه بکنیم؟ یه فرهنگ چاکرمنشی نوکرمنشیه که در اون فطرت نهادهای دیانت و سیاست و آموزه هاش هستش که میرزه تو مخ مردم، مردم رو نوکر و چیز بار بیارن. ممنونم از شما. چون تو مقاله شما درباره ماتریالیستی صحبت شده بود، ما یه دوستی داریم به نام آقای سعیدی، ایشون ماتریالیست هستن، از ایشون هم دعوت میکنم اگه مایل باشن با شما صحبت، مناظره یا در برنامه‌هاتون شرکت کنن. آقای خداوندلو از شما جان حرفاشو که شنیدم میگن اصلا عبدا ماتریالیست نیست. بسیار ممنون بابا. همون آقای دکتر محیط که میگین دکتر محیط اگه هفته 2000 دلار از این مردم بیچاره جمع نکنه چیز نمیکنه. من نامه هاشو اتفاقا دیروز توی بیسمنت بودم دیدم که هی اینجا التماس کرده بود سوربی جان نمیدونم مردم به من پول نمیدن. مایی 150 دلار اینجا میداد، دو هفته 2000-3000 دلار از مردم میگرفت، حالا تازه ایشون شده ناجی انسانها. یعنی دوستان مواظب باشید، آقای دکتر محیطی که پروندهش هست برید توی نیویورک نگاه کنید ببینید، دکتر زنان بوده. یه آقایی برای من نوشته بود که آقا بوده که بوده فلان اینا، گفتم من فقط یه سوال دارم، آیا شما حاضرید خانمتون بره ایشون معاینش کنه به عنوان دکتر زن، وقتی که برد آمریکا، برد نظام پزشکی جواز ایشون رو باطل کرده؟ در اصل دوستان هیچ کسی مقدس نیست، هیچ چیزی مقدس نیست. آقای خداوندلو، من، خدا، پیر، پیغمبر، هر کسی رو بخواید زیر سوال ببرید سوال کنید. باز درباره این مسئله ای که چرا به فلان کتاب مزخرف گفتن
هفته آینده صحبت میکنیم. آقای خداوندی‌الله از شما بسیار ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. بدرود بر شما عزیز. ممنونم. خب دوستان عزیز، برنامه ها رو پی میگیریم. ساعت 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینویی هستیم. آقای پرویز مینویی هم وبسایت خودشون رو دارن، parvizminui.net، هم روی فیسبوک ویدیوشون میمونه، هم روی یوتیوب میمونه. و من خیلی خوشحالم این مجموعه دوستانی که اینجا هستن همه ایمیلاشون، آدرسشون، شماره تلفنشون هست و میتونید تماس بگیرید. شماره تلفن، آدرس به اصطلاح ایمیل آقای خداوندی‌الله هم در حین برنامه نشون دادم، فیسبوکشون رو هم نشون دادم، مستقیما با خودشون تماس بگیرید. روز و روزگار بر شما دوستان خوب و خوش. با ما باشید، برنامه رو پی بگیرید.